إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستای گرامی، امیدوارم همیتون خوب باشین. قبل از اینکه پیام را بشنوین، این پیام را با دوستای خیش برسانین ان شاء الله. ما در کشور زندگی میکنیم که اکثریت ساکنین او کشور زیر خط فقر قرار دارن. در کشور زندگی میکنیم که هر روز بدها جوان بیگناه را از دست میدیم. در کشور زندگی میکنیم که اکثریت از علم محروم هستند. ما در کشور زندگی میکنیم که میگویند در فساد مقام اول را از آن خود کرده. ما در کشور زندگی میکنیم که میگویند از جمله غمگین ترین کشورها شناخته شده. و ما در کشور زندگی میکنیم که در شب و روز بدها و صدها مشکلات را با چشم سر میبینیم و با او دست و پنجه نرم میکنیم. ولی متاسفانه که امروز عده از انسانهای فریب خورده پیدا میشن که برنامه های استعمار و برنامه های ضد اخلاقیشان را در کشور پاک و عزیز ما افغانستان نشر و پخش میکنن. اینها باید بدانن که مردم افغانستان مردمی هستند که فریب نمیخورن، مردمی هستند که اگر عده خواب هستند ولی مردم های بیدار هم دارن، مردم های متدین هم دارن، مردم های با برنامه هم دارن. آنها بدانند که نشر فحشا و منکر در کشور ما در حقیقت سقوط خودتان هست. الله متعال می فرمایه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مفهوم آية قسمي اسكيو كسايي كي دوست دارن كي فاحشي بدي زشتي هاي در بين مؤمنين نشر شوا و در بين مسلمان ها شيو پیدا بکنه، از براي ايتو انسان ها عذاب درناك در دنيا و آخرت مد نظر گرفته شده. ما کشور ما به چنین برنامه های نیاز نداره. کشور ما به پیشرفت و ترقی و برنامه ریزی دقیق و عمیق برای سرفرازی و تعالی و ترقی نیازمند هست و ما از چنین برنامه های دون و پست و فرومایه ما بیزار هستیم. ما امروز به برادرای متخصص در بخش شریعت و ساینس نیاز داریم. ما امروز به خواهرای متخصص در بخش طب نیازمند هستیم. ای کاش به جای این مدلینگ که دیروز برگزار شد، ای کاش به جای از این ستاره های شریعت به تصویر کشیده می شد، در رسانه ها پخش و نشر می شد، ای کاش یک ستاره ریاضی معرفی می شد، ای کاش یک ستاره کیمیا و فیزیک معرفی می شد. ولی متاسفانه امروز ما به لباس زیبای خود می نازیم. ای کاش یک فکر زیبا بر یک هفته انتخاب می شد. ولی متاسفانه دیروز برنامه برگزار می شه به نام آقا و بانوی سال 2020 و انتخاب می شه که فلان خیلی زیبا بوده و او برادر خیلی زیبا بوده و خواهر خیلی زیبا بوده. خواهر گرامی، به تو یک پیام دارم. تو با عزت هستی، تو بزرگ هستی، تو پاکدامن هستی، تو ستون فقرات خانوادت هستی. خواهر گرامی، باید داشته باشی را که پشت هر مرد قهرمان خودت بوده ای، هر مرد متعهد و متدین در پشتش خودت بوده ای. خود را ابزار و وسیله تحقق اهداف استعمار نساز. والله قسم باور داشته باش، صدای مرا بشنو. کوچکت می سازن، خردت می کنن، ذلیلت می سازن. روز فرا خواد رسید که مانند سنگریزه های جاده ها زیر پا خواد شده. اگر ایره باور نداری، از او غیر مسلمان هایی که در کشورهای کفری قرار دارن از اونها پرسان بکو. شاید باور نکنه، شاید با نام های گوناگون فریبت بدهن، ولی بدان که روز به سنگریزه های جاده ها تبدیلت خواد کردن و
هر کس شما را بالغت خواد زد و زیر پا خواد شدن. خود را کوچک نسازیم. شاید بعضی کسا بگویه سختگیری در دین نیست. شاید بعضی کسا بگویه افراط نکنن. نه خیر، افراط و سختگیری نیست. ما مسلمان هستیم. آیا عایشه و زینب و فاطمه رضی الله عنهن آیا می قسم بودن؟ آیا می قسم لباس داشتن؟ آیا می قسم کارکرد داشتن؟ ما می خواهیم که در بخش خواهرا یک ستاره متخصص در بخش طب داشته باشیم، در بخش شریعت داشته باشیم. او جای افتخار هست، نه یک لباس زیبایی که می پوشن و به نام مدلینگ در پرده های تلویزیون ها ظاهر میشن و در رسانه ها نشر و پخش میشه. ما به این نیازمند نیستیم، ما به این نیاز نداریم. و برادر گرامی، به تو هم میگم، ما بیشتر از این که به لباس های زیبای تو بنازیم و متوجه لباس های زیبای تو باشیم، ای کاش بروی درس بخوانی، زحمت بکشی، در جستجوی اختراع و اکتشاف باشی، در جستجوی ازی باشی که وضعیت فعلی کشور و این وضعیتی که فعلا در کشور جاری هست چی قسم ما بتوانیم که وضعیت کشور را دگرگون بسازیم، تغییر بتیم، بیدار شویم. ام به خواهر گرامی میگم، ام به برادر گرامی میگم، شاید در ذهن بعضی کسای سوال ایجاد شود که شما همیشه پیرامون دخترها و زنها صحبت میکنین و از حجاب اونها حرف میزنین. حجاب تو عزت تو هست، حجاب تو عفت تو هست، حجاب تو آبروی تو هست، حجاب تو سنگینی تو رو نشان میده. امروز ما اگر وقتی میخواهیم چیزای قیمت را و چیزای گرانبها را حفاظت بکنیم و درون یک چیزی میگذاریم تا حفاظت شود، اسلام منع نمیکنه تو را از پیشرفت و ترقی و سرفرازی و سربلندی. اسلام میگه بخوان، اسلام میگه مطالعه بکن، اسلام همه جوانب زندگی تو را مد نظر گرفته، ولی اینها تو را میخواهند ذلیل بسازند. زیر متوجه باش. و یک چیزی که شاید در ذهن بعضی از کسای سوال ایجاد شود که شما چرا پیرامون مسائل دیگری کشور مانند کشتارهایی که در کشور جریان داره چرا صحبت نمیکنین؟ بارها و بارها یادآوری کردیم، شاید در ویدیوها شنیده باشین و دیده باشین، بارها و بارها یادآوری کردیم که هر کسی هر مسلمان بیگناهی را به قتل میرسانه و جنایتکار هست و لعنت خدا بالایش شده، چنین انسانی عذاب دردناک در انتظارش هست. ما هیچگاه هیچ نوع فساد را قبول نداریم و میخواهیم هر نوع فساد، هر نوع بدبختی و هر نوع شقاوت از این کشور برداشته شد و از این کشور و نباید در این کشور باشه. و یک پیام دارم هم به پدر و مادر و کسایی که فریب چنین برنامه ها را میخورن. والدین گرامی، ولی فرزندایتان رحم بکنن، خانوادهتان را سنگین بسازن و نگذارین خواهرای ما، برادرای ما فریب چنین انسان هایی را بخورن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.